سرخط خبرها، امانوئل ماکرون برای دور دوم ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. جان باختن داوود ابراهیم زاده در مرز پای طالبان وسط است. گاف بایدن و قصد ترامپ و خودکفایی ارتش در تامین تجهیزات دفاعی. مشروع اخبار، امانوئل ماکرون برای دور دوم ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز شنبه در کاخ الیزه برگزار شد و وی برای 5 ساله دوم ریاست جمهوری خود سوگند یاد کرد. ماکرون روز 24 آوریل گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور موفق شد مارین لوپن رقیب خود را شکست دهد و برای دومین بار وارد کاخ الیزه شود. حدود 500 مهمان برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند. قبل از ادای سوگند، امانوئل ماکرون مدال لژیون بالاترین نشان افتخار فرانسه را دریافت کرد و در سخنانی قول داد که میراث مشروع وی سیاره‌ای قابل زندگی تر و فرانسه قوی تر باشد. دور دوم ریاست جمهوری ماکرون رسماً از روز 14 می یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت. جان باختن داوود ابراهیم زاده در مرز پای طالبان وسط است. جمهوری اسلامی نوشت سوسوان دوم داوود ابراهیم زاده جمع لشکر 58 تکاوری شاهرود در نقطه صفر مرزی با افغانستان به طرز مشکوکی جان باخت. گفته می شود این واقعه در اثر درگیری با مرزبانان طالبان رخ داده است. این خبر در تعطیلات طولانی عید فطر دچار سکوت خبری شد. گاف بایدن و قصد ترامپ. مارک اسپر در کتاب جدید خود با عنوان سوگند مقدس که قرار است به زودی منتشر شود نوشته است که دونالد ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 برای پیشبرد اهداف سیاسی و انتخاباتی خود قصد داشته است یک افسر ارشد نظامی ایران را در خارج از مرزهای این کشور ترور کند. وزیر دفاع پیشین آمریکا در این کتاب خاطرات خود را در دوران فعالیتش در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به رشته تحریر درآورده است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا هم در سخنرانی خود در میان کارکنان کارخانه یونایتد پرفورمنس متالز در ایالت اوهایو بار دیگر گاف داد و گفت که در دوران کاری خود 50 بار به عراق، ایران و افغانستان سفر کرده است. جو بایدن دفعات زیادی به عراق و افغانستان سفر کرده است و یکی از آنها برای دیدار با پسرش بیو بوده است. در آن زمان در جنگ عراق خدمت می‌کرده است، اما او اکنون شمار سفرهای خود به این دو کشور را دو برابر کرده و به اشتباه از ایران نیز نام برده است. خودکفایی ارتش در تامین تجهیزات دفاعی. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری در مراسم افتتاحیه 8th دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری که صبح امروز شنبه در مرکز آموزش شهدای وظیفه صفری که نیروی زمینی ارتش برگزار شد، اظهار داشت هر یک از جوانان مؤمن و متحد کشور باید حداقل‌هایی را در حوزه رزم بداند، زیرا امنیت کشور در پرتو نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم و جوانان از این نیروها به دست می آید. وی افزود در جنگ‌هایی که امروز در سطح دنیا اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که مردم و جوانان یک کشور در پشتیبانی از نیروهای مسلح آن کشور حاضر می‌شوند و از تمامیت ارضی کشورشان دفاع می‌کنند. بنابراین بر هر فردی از آحاد جامعه واجب است که در ارتباط با آموزش نظامی حداقل‌هایی را از رزم انفرادی و آشنایی با سلاح و نیروهای مسلح و مأموریت‌های پیش روی آنان بدانند و در این رابطه همت گمارد. معاون هماهنگ کننده ارتش با یادآوری رشادت جوانان در دوران دفاع مقدس افزود آن عزیزان در آن مقطع زمانی به درستی انجام وظیفه کردند و جنگیدند، جانباز و شهید و آزاده دادند تا این انقلاب باقی بماند و تمامیت ارضی و استقلال کشور حفظ شود. دریادار سیاری اضافه کرد در همان دوران گروه دیگری از جوانان عزیز این مرز و بوم در حوزه علم و دانش وارد عرصه پشتیبانی شدند و در تامین احتیاجات ضروری و قطعات مورد نیاز برای تجهیزات موجود و تسلیحات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس تلاش کردند، زیرا در آن دوران با کمبود قطعه مواجه بودیم و با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کردیم.